تیم فلاسی ها سلام، من مبینا رحمتی هم. اینجا برنامه فلش بک پشت صحنه سریال داستان یک شهر و ما در خدمت آقای عزت‌الله رمضان فر هستیم. میخوایم یه گفتگوی خیلی جذاب باهاشون داشته باشیم. آقای رمضان فر سلام. خوشبونم، من در خدمت هم هستم. خب میخوایم یه مختصر راجع به سریال داستان یک شهر توضیح بدیم. عرض کنم خدمتون، داستان یک شهر همونطور که از اسمش پیداست مربوط میشه به حوادث شهر خودمون، یعنی منظور تهران. اتفاقاتی که میفته و یه بخش خبرگزاری هستش که این خبرها رو اتفاقات رو رصد میکنن، فیلم میگیرن، مصاحبه میکنن و در واقع یک جور یک تولیدیه که از اتفاقاتی که در شهر میفته به صورت تصویری که پخشش از شبکه 5 اتفاق میفته. که همونطور که میدونید کارگردانش آقای محمد رضا آهنج هستن و این اپیزود در واقع حدود 26 قسمته که الان ما تقریبا حدود 2 ماهی هست که شروع شده و البته قرار بر این شده که هر اپیزود 6-7 ماتون بگیش اپیزودهای دیگه هم به دنبال داشته باشه. شما از همدوره های آقای نصیریان بودین، ایشون گفتن که گرفتن سیمرغ خیلی هم مهم نیست، شما هم همین نظر دارین؟ نه ببینید، ما بیشتر به خود کار فکر میکنیم. ما از اولم که ما اصلا کوچیکی هم این کار رو شروع کردیم، دانشجو بودیم، کار کردیم، نه هیچ وقت به حساب شهرت رو نبودیم، ما خود نفس خود کار رو داریم. یعنی ما سعی میکنیم که شخصیت هایی که ما بازی میکنیم در واقع زندگی کنیم دیگه، فکر رو نیستیم که حالا سی مرغ بدن، یه مرغ بدن، هرچی اصلا مرغ ندن، خروس بدن، هیچی ندن، ما اصلا به اون فکر نمیکنیم، اصلا به سی مرغ فقط به خود نه، هرچند که خب اون هم خودش ضوابطی برای خودش داره که ما نمیتونیم وارد اون قضایه بشیم. آقای سیاوش تحمیرس هم خیلی دلخور بودن، گفتن که توی جشنواره های سینمایی مثل جشنواره فرش هیچ جایی برای پیشکسوت ها نیست. من همین استنباط رو میکنم به خاطری که در بین بچه ها و برندگان اینها حتی دعوت هم نمی کنن. دعوت که اگر دعوت هم میکنن که ما نمیریم، دقیق فرمایید، یعنی ما حوصله این چیزها رو نداریم اونجا. یک کار و اتفاقایی که میفته با اون یه سری میان خودنمایی بکنن و خودشونشون بده، اصلا ما اهل خودنمایی نیستیم که بخوایم اونجا بخوایم جلو دوربینا بریم مصاحبه کنیم ما رو ببینن. نه نه نه، من اصلا همچی فکرهایی نمی کنیم و به اون مسئله سی مرغ و ایناش هم فکری نمی کنیم. حالا شما اصلا پس ناراحت نمیشید که دعوت؟ نه بسه ما نه، چون اگر هم بدن چه اتفاقی نمی افته. ما اون چیزی که به ما واگذار میشه در مورد نرخ ما سعی میکنیم کار خودمون به بهترین نحو اجرا کنیم. ما نه فکر جایزه هستیم نه فکر غیر اجرا. در صورت این روش و رویه کار ما قدیمی ها هستش. نظرتون راجع به اینکه آقای کیمیایی دوست نداشتن داورهای جوان مثل آقای شب حسینی جشنواره رو داوری کنن چیه؟ والا من از این قضیه من شنیدم، ولی من فکر میکنم این مربوط میشه به یه دلخوری قبلی که گویا قبلا مثل که اتفاقی افتاده یا آقای شهاب حسینی جمله چیزی گفتن که بهشون برخورده و بر همین اساس این به خاطر اون کدورت که نمیشه گفت، به خاطر همون صحبت که قبلا پیش اومده روی همین ایشون فیلمشون از جشنواره بیرون کشیدن. یعنی شما مخالف این که داورهای جوان برای جشنواره باشن نیستی؟ ولی ببینید حالا ما به جوان اینها کاری داریم، ولی من فکر میکنم بالاخره این همه انتخاب داورها اینها خب این خودش حالا ارتباط هایی تو خودشون هستش که ما از پشت قضایا خبر نداریم. یا حتی برندگان فیلم هم ما بازم اون ارتباط ها رو نمیدیم چه چیزی اتفاق بگیری. چرا؟ چون خیلی ها اعتراض میکنن. نه نه ببینید خیلی ها هستن که توی این قضایه اعتراض میکنن که مثلا حق فلانی بود، حق فلانی بود، چرا اون از این صحبت زیاد میشه. به خاطر همین هم هست که ما اصلا نمیریم، نمیبینیم، نه به این صحبت گوش میکنیم. دقت کردید؟ یعنی ما دیگه از این مسائل نه دیگه دوریم،
بخوای روی مسائل و اعصاب خودم. نه 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 چه برای ما ریلکس یه گوشه. آره شما تو فیلم قاتل وحشی هم بازی کردین، این فیلم چرا پخش نمیشه؟ والا قاتل وحشی رو من به خاطر قاتل وحشی دو تا فیلم از دست دادم، مال آقای میرجویی بود مال آقای یاتمیکیا و اونم سوالی بود که اولش آقای حمید نعمت‌الله به من گفتن 10 روز کار دارید و من بر اساس 10 روز رفتم با آقای هم با آقای یاتمیکیا هم آهنگ کردم هم با آقای میرجویی. اما 10 روز شد یه چیز روی 2 ماه که من اعتراض کردم، گفتم آقا اصلا این ربطی نه، شما میگید 10 روز بعد میشه 2 ماه، خب شما از اول به من میگوید. البته من چون قبلا با ایشون کار نکرده بودم از این ردیه اطلاعی نداشتم، ولی دوستان بعدا به من گفتن که آره ایشون انقدر وسواس دارن، انقدر وسواس دارن که نمیشه برایش زمان مشخص کنه. یکی به بعد اون شخصیتی که من توی قاتل وحشی بازی کردم گویا فکر میکنم که اون نقش رو خیلی زیادش کردن که من تا آخر فیلم بودم، یعنی به 10 روز و 20 روز نمیرسید. الان دلیل پخش نکردنش چیه؟ یعنی شوالا ایرادی که من شنیدم گرفتن گفتن که موهای خانم آتنی کوتاه شده، گوشاش بیرون مونده، در صورتی که ما قبلا هم از این اتفاقات داشتیم. بله. خیلی از دوستان با هنرمندان خانوما حتی در فیلم آقای کیمیایی در سول و یه فیلم های دیگه هم ما دیدیم که بازیگر اولشون توی فیلم سرش رو کوتاه کرده بود و خودی بیجاب هم نشونشون میدن. حالا چه چیزی بوده، چه ارتباطی بوده، چه اتفاقی افتاده که کارشون رو اجازه ندادن، والا ما از قضایی و اطلاعی نداریم و دیگه منم پیگیر نشدم. اما خب مثلا خود آقای حمید نعمت‌الله گفت رمز رفت تو احتمال داری که تو این فیلم جایزه مکمل بگیری. حالا گرفتیم 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 که نگرفتیم اصلا فیلم نمیشونه. در صورت یه شخصیت خاصی بود و به گفته خود ایشون به گفتش که این نقش و هر کسی از اوتش بر نمیمد. اتفاقا منم در کارام دوست دارم همیشه نقش های خاص بازی کنم که با کار قبلیم تفاوت داشته باشه. بازیگر باید تحقیق کنه، فکر کنه، اینجوری نمیشه که هر فیلمی رو بری دیالوگ بگن بری یه روان یه جور همه تو هر فیلمی یه فرم کار کنه. همیشه من اون تغییرات و اتفاقی که میفته هیچ وقت دوست ندارم فیلم هم شخصیت هم به هم شبیه باشه، یعنی همیشه سعی هم برای همینطوری هم بوده واقعا. آره این صورته. مرسی، ایشالا که در فیلم داستان یک شهر خوش بدرخشید. مرسی که وقتتون در اختیارمون گذاشتید، خیلی ممنون. اگه حرفی نیست که حالا ایشالا ببینیم که نتیجه داستان یک شهر. من فکر میکنم که اینم در آخر بگم سریال خوب و جالبیه، قشنگی که بچه ها دارم و تمام توانشون کار میکنن که کار خوبی از آب در بیاد. من خیلی به این سریال امیدوارم. حتما.